دوستان سلام به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید این ویدیو رو تقدیم می‌کنیم به همه پدر و مادرایی که تا جایی که حافظه‌شون یارشون میداد به فکر بچه‌هاشون بودند و هیچ شبی رو بدون اینکه از حال روز بچه‌هاشون با خبر باشن سرشون رو روی بالش نگذاشته آلزایمر یادتان ما را فراموش مطمئنا بیشتر اون بری نقیده که پدر و مادر ستون اصلی هر خانواده و مثل حلقه هر, هر زنجیر باعث دوام و استحکام روابط افراد و خانواده میشن اما این نکته رو فراموش نکنیم که هر زنجیری به اندازه ضعیف ترین حلقش محکمه تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید تا به مفهوم اصلی این جمله تو زندگیمون دست پیدا کنیم اول ببینیم ماجرا از کجا شروع شد ترانش چی بود قصه, قصة از, از کجا شروع شد, شروع شد. از گل و باغ و جوونه از, از صدای مهربون و یه سلام عاشقونه نه قصه زندگی ما آدم همیشه به این شکل رومانتیک شروع نمیشه به هر نحوی چه با عشق هوس منطق منفعت مالی و یا جنسی انسان ها با هم ازدواج میکنند. بعد از مدتی بعضی خواسته و بعضی ناخواسته و اتفاقی بچه دار میشن و ما به صورت غیر ارادی و ناخواسته به دنیا میاییم و قصه هر کدوممون به این شکل شروع میشه در ابتدا از سر عادت و احتیاج پدر و مادرمون رو به شکل خداگونه میپرستیم در ادامه رشد و ولوقمون و با توجه به تربیت و داشته ها و نداشته های فکری و مالی پدر و مادرمون تا نوجوانی شخصیت اولییمون شکل میگیره کم کم باید مستقل بشیم و راه خودمون رو با حمایت ها و یا عدم حمایت های والدینمون پیدا کنیم این مرحله خیلی مهمه یا اونی میشیم که والدینمون میخوان یا اونی که خودمون میخوایم و یا متاسفانه اونی که جامعه میخواد و در هر صورت وقتی به جوانی میرسیم حرکت و طول عمر ما و پدر و به صورت کادانس و معکوس حرکت میکنه ما به سمت میانسالی و اونها به سمت پیری حرکت میکنند این سنین برای فرزندان حکم نتیجه گیری و تعمق بی نسبت به گذشته و گذشتگان و مهمتر از همه در مورد پدرها و مادرها رو داره حکم نظر این روز بچه ها یکی از مهمترین کارنامه‌های زندگی بزرگتر هاست که هیچ ارتباطی به خدا و مذهب و هیچ کس دیگه ای نداره که توسط بچه های دیروز و جوانهای امروز نوشته میشه پدر و مادری که در نهایت صداقت و حمایت با بچهش رفتار کرده مطمئنا در اکثر موارد در دوران پیری و کهولت مورد لطف و حمایت فرزندشون قرار میگیرن استثناء و بچه های قلب نشناس رو در نظر نمیگیریم ولی وای از پدر و مادری که کارنامه قابل قبول و مورد احترامی از خودش به جای نگذاشته باشه که اینجا میرسیم به همون آیه و جمله تکراری ولی تلخ درس دینی مدرسه‌مون که این دنیا مزرعه آخرته. اینجاست که چه خوب و چه بد اولین تقاس رفتارهای گذشتمون رو نسبت به فرزندانمون پس میدیم. امیدواریم اون روز برای همه پدر و مادرها روزی مملو از غرور و سربلندی باشه. و اما میرسیم به پیری و کهولت و درد جدا نشدنیش یعنی فراموشی. نعمت بزرگ فراموشی یکی از دلایل ادامه روتین زندگی آدم هاست. فراموش کردن روزهای سخت، بیماری ها و از دست همه میتونه یه امید تازه برای روزهای آینده اون باشه بهترین مورد این طور فراموشی ها تو ورزشکارا و ورزشکارای حرفه قابل مشاهده است تیم هایی که تو آخر هفته تو های داخلی کشورشون میوازن و چند روز بعد تو مسابقات قاره و جهانی پیروز میشن اینها همه قدرت ذهن اونها و نعمت بزرگ فراموشیه این نوع فراموشی یا در واقع به فراموشی سپردنها ها اگه نباشه زندگی خیلی سخت میشه و اگر از کنترل خارج بشه میشه بش. به دوستانی که برعکس من حافظه قوی داشتن با ادبیات خودم به شوخی و با کنایه میگفتم چقدر عقده ای هستین یعنی چیزی رو فراموش نمی کنین و چه حافظه قوی دارین هنوز دانم این حافظه قوی حسنه یا ایراد مگه نه اینکه یادآوری خاطره رو دوباره زندگی کردنه اگه خاطره تلخ باشه عمق بیشتری پیدا میکنه اگه خاطره خوشی هم باشه شاید تکرارش باعث از دست رفتن شیرینیش بشه میدونید این چیه همه متولدین قبل از دهه هفتاد احتمالا درست حد زدن این استفان جناق سینی مرغ قبل از اینکه مرغ فروشی ها مرغ ها رو به شکل علانی بسته‌بندی کنند و بفروشند ما در دوران بچگیمون مرغ رو درسته می خریدیم جناق مرغ به این شکله وقتی سر سفره به این قسمت از مرغ رسیدیم دو نفری سر یه چیزی شرف می بستیم و از دو طرف استخون جناب می گرفتیم و می تا بشکنه اسم این بازی یادم فراموش بود در طول زمان مسابقه نباید از دست حریف خودمون چیزی میگرفتیم اگه مجبور میشدیم این کار را انجام بدیم حتما تو زمان گرفتن جسم یا شیء اعلام میکردیم که یادمه یعنی با اینکه چیزی از تو گرفتم اما یادم هست که با تو هم تو مسابقه هستم اما اگه هر یک از طرفین فراموش کرد و چیزی رو بدون گفتن کلمه یادمه از حریفش گرفت طرف دیگه میگه یادم تو رو فراموش و دقیقا همینجا برنده بازی مشخص میشه و بازی به اتمام میرسه یادتان ما رو فراموش قبل از اینکه ما بزرگترها از بگیریم بچه ها اون ما رو فراموش میکنن این بازی بدون شکستن جناق سینی مرغ هم به حالت روتین زندگی های امروزی تبدیل شده بچه ها معمولا بازنده های این بازی هستند و ما بزرگترها پدرها و مادرها پدر بزرگها و مادر بزرگها برنده های فراموش شده آزایمر واسه ما پدر و مادرها پدر بزرگها و مادر بزرگها درد شیرینیه قبل از اینکه فراموش بشیم فراموش میکنیم آلزایمر حسرت انتظار کشیدن و اومدن بچه ها رو تو ذهن پدر و مادر از بین میبره. صدای قدم های فراموشی از پارکینسون و لرزش های دستش شروع میشه تا آلزایمر و سکوت ممتدش. به این سکوت ممتد که رسیدیم همه چیز فراموش شده و از دست رفت است. این فراموشی و بیحافظگی بار یک عمر تلاش و سختی رو از ذهنمون برمیداره. اما این ما بچه های بچه هامون میشیم و اونها راهنما و نگهدار ما. و اینکه اونها چقدر قبول مسئولیت میکنند برمیگرده به انصاف و قدردانیشون اما جوانای عزیز فراموش نکنید یه روزی شما هم پیر میشید و رابی این قصه و محتاج کمک فرزندانتون از الان همزاد پنداری کنید با بزرگترهاتون چون عدالت دنیا ما رو به نتیجه رفتارمون با گذشتگانمون روبرو میکنه فراموش شدن فراموش شدن توسط بچه هامون غم سنگینیه که تمام شب های دوران بچگی بچه هامون رو دوباره به یادمون میاره ولی این بار تلفتر و با ریتم کندتر مثل برش چاقوی کند میمونه فراموش شدن از طرف بچه هامون یادآوری زحمت هایی که براشون کشیدیم و در نتیجه بیوفایی اونها تکرار اون دقایق دردناکتر از یک مرگ آنی و شاید یک زجر متمادیه یادمون باشه فراموش کردن بزرگترها و والدینمون زندگی رو برای اونها تبدیل به جهنمی میکنه و تنها امید رهاییشون قطع و یادآوری وجود اون هاست. بزرگترها ستون اصلی هر خانواده هست. و اینکه هر زنجیری به اندازه ضعیفترین حلقش محکمه. اون حلقه ها یعنی بزرگترها یک روزی تبدیل به ضعیفترین و حساس ترین نفر خانواده میشن. پس برای اینکه این, این زنجیر نامحسوس خانوادگیمون پاره نشه از همین لحظه اگه امکان دستبوسی بزرگترها اون رو نداریم به اندازه یک تلفن یک الو گفتن به اونها نزدیکیم. امیدوارم همه بزرگترها تا این روز برای هممون با ارزش و محترم باشن دوستان عزیز نظرات و پیشنهادات شما در کامنت های زیر این ویدیو ما رو دلگرمتر و به مسیر بهتری هدایت میکنه با امید دیدار در ویدیوهای بعدی